رهایی در راستای روشنگری و مبارزه با حکومت‌های دینی. تهیه و اجرا پرویز مینوی. برنامه هفتگی در رادیو مانی. درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی در سراسر جهان. من آقای میز آقا عسکری مانی، شاعر بزرگ کشورمون، سپاسگزارم که به من این شانس رو دادن که در این تلویزیون در خدمت شما عزیزان باشم. خودشونم برنامه رو کارگردانی فنی میکنم. سپاسی مجدد دارم. ببینید، در واقع نباید چشامون رو ببندیم دیگه، باید رو به واقعیت باز کنیم. از وقتی که اسلام وارد کشور ما شد، ما عقب مونده شدیم. قبلا ابرقدرت بودیم، همیشه دیگه بعد افتادیم عقب. حالا من بگم، هر وقت در این مدت 1400 سالی که ما مسلمون شدیم، هر وقت یه شخصی مثل نادرشاه اومد که باورهای مذهبی نداشت، ما یه مقدار وضعمون بهتر شد. ولی وقتی که اونایی که اومدن باورهای مذهبی داشتن، وضعمون دوباره خراب شد. نادرشاه در دشت مغان که همه رو جمع کرد، میگن 100,000 نفر رو جمع کرد. اولا که همه سران زردشتی و کلیمی و مسیحی و سنی و شیعه رو جمع کرد، یعنی تبعیض نذاشت که این فلان دینه داره اون فلان دینه داره. بعد هم میگن که یک صفی رو دید، گفت شما کی هستید؟ یارو مرده جلو اومد گفت من آخونباشی هستم، یعنی رئیس آخونده هستم، اینا هم آخونده هستن. نادر گفت خودمون چیکار هستید؟ گفت ما ارتش دعای حضرت نادر هستیم. گفت فلان فلان شد، اگه شما کارتون درست بود که شاه سلطان حسین صفوی شکست خودم محکوم، برید جمع دنبال من نمیخوام سپاه، دعا نمیخوام. بعدم نادر در اونجا جمع کرد مردمو، گفتش که من به چند تا شرط پادشاهی رو قبول میکنم. یکی از شرطاش این بود که مردم ایران همه سنی بشن. گفت این مذهب شیعه رو این صفوی ها خودشون درآوردن. و واقعا هم خب راست میگفت دیگه، اگه ما قبول کنیم که آقای محمد از جانب خدا بوده، خب آقای محمد که نماز نمیخوند که نمیگفت اشهد ان علی و ولی الله، حتما ابوبکر و عمر و عثمان و خود علی هم که نمیگفتن. که ما این از زمان صفوی نمیگیم، این همش خرافات. ببینید، عقب موندگی ما از اسلام در باورهاییست که خود خود تو ذهن ما جا افتاده و همش هم از همین اسلام سرچشمه میگه. یکیش قسمته. یارو میگه که اگه قسمت باشه فردا میخوام برم مثلا مسافرت. بابا قسمت باشه چیه؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میخوایم به دنیا بیایم، قبل از اینکه ما به دنیا بیایم یک کتاب نوشتن، لحظه به لحظه نوشتن که مثلا من پرویز مینویی باید چیکار بکنم، بعد چیکار کنم، بعد چیکار کنم، و من باید اون کتاب رو جزء به جزء اجرا کنم. این خرافاته. ما باید آینده رو بسازیم. ما آینده، حالا من یادم افتاد به این موضوع، سردر دانشکده آکسفورد نوشته شده، من جمله شو شاید بیارم اینشو براتون بخونم، الان تو ذهنم هست یه مقدار ولی کامل این جمله رو نخونم. نوشته که آینده رو ما باید بسازیم. شما جوانای مملکت باید آینده مملکت رو بسازید. نوشته آینده جایی نیست که پیداش کنید، آینده جاییست که شما باید بسازید. حالا سردر دانشکده صنعتی شریف نوشته ای خواهر حجابت و ای برادر نگاهت رو حفظ کن. آخه یکی نیست بگی که تو آلمان، تو امریکا، تو بریتانیا که نه خواهره حجابت شد. اصلا کی گفت خواهر توه؟ یعنی چی خواهر منه؟ یارو میگن یه مردی یه زنی رو بلند کرده بود، وسط را پاستا جلوش گرفت، گفت بگو خواهر پیاده شه. گفت من فکر نمیدونستم خواهر شما این کار است. حالا خواهر حجابت رو حفظ کن. مگه توی این کشورهای مثل آلمان، بریتانیا، امریکا مگه خانوما حجابشون حفظ میکنن؟ مگه آقایون عبایی دارن که یه به آقایی نگاه کنن، به یه خانومی نگاه کنه؟ خب یه خانومی زیبا سر که نگاه میکنه از زیباییش لذت میبره. به تو چه مربوطه؟ تو کی هستی؟ اگه مناس خدا بابت این کار
تنبیه کنه که خب خدا جهنم ساخته که میگن، البته باور کردنی نیست که خدا یه موجوداتی رو بسازه بعد خودش بره تنبیهش کنه. خب اگه من پرویز مینویی مستحق مجازات و جهنم باشم، باید خدا خودش اول بره اون تو، بلکه اون منو ساخته، من که خودم رو نساختم که. مثل این که مثلا شما یه دونه آفتابه درست کنی سوراخ باشه، بعد بردارید آتیش بریزید، نفت بریزید، آفتابه رو بسوزونید. بابا تو اینو ساختی. آقای تویوتا نوه اون تویوتای اصلی که بنیانگذار اتومبیلای تویوتاست، 7-8 سال پیش اومد امریکا، یه سری ماشینای تویوتا خراب بود، اومد رفت تو مجلس نمایندگان، گفت منم مردم امریکا معذرت میخوام، ماشینایی که ما فرستادیم یه مقدار اشکال داره، همه اشکالاشو رفع کن مجانی، نه اینکه ماشینا رو بزنه تق تق با چوب بزنه آقا تو چرا خوب کار نمیکنی. این قسمت یه چیز از اون باورهای جهان عقب مونده ما ایرانی هاست، وگرنه خارجی ها کشورها پیشرفته میگن ما آینده رو میسازیم، قسمت نیست که هرچی باشه. یا مثلا ما ایرانی ها میگیم هرچی پیش آید خوش آید. خیلی میبخشید منم معذرت میخوام، اگه قرار شد روزی یه دونه باتون به شما استفاده کنن، بازم هرچی پیش آید خوش آید. یعنی چی هرچی پیش آید خوش آید؟ اگه رژیم اسلامی اومد به سر ما مسلط شد، اگه خودمون این رژیم رو مسلط کردیم، باید سعی کنیم این رو رفعش کنیم، بندازیمش دور. تمام مردم ایران از بدبختی، از گرسنگی، از فقر، از بیماری، از بدبختی، از یأس رنج میبرن، باید ما این رژیم رو بندازیم بیرون. این رژیم انداختن بیرونش دو راه ساده داره، یا اینکه همه بیایم بیرون از خونه برای علیه رژیم تظاهرات کنیم، یا اینکه هیچ کدوم نیایم بیرون، صبحش که نره سر کار، مدرسه دانشگاه همه تعطیل بشه، تاکسی و اتوبوس و هواپیمایی و کشتیرانی تعطیل بشه، نمیدونم همه جاها تعطیل بشه، پستخونه همه جا تعطیل بشه. خب حکومت سقوط میکنه. ما میگیم آقا قسمت چی باشه؟ آقا قسمت چی باشه که خب ما هر کاری به سرمون بیارن میگیم همین قسمت اون بوده، یا آیند هر چی پیش آید خود شاید. یا میگن پایان شب سیاه سپید است. خب یعنی چی؟ خب پایان روز سیاه، روز سپید هم تاریکیه. خب این در اثر حرکت زمین به دور خودشه. شما اونجایی که هستید وقتی زمین در 24 ساعت میچرخه، یه مدت رو به خورشیدید روزه، بعد میچرخه، شما یواشاش غروب میکنه، شما شب میشی، دوباره از اون ور که چرخه دوباره طلوع میشه صبح. این چه ارتباطی به زندگی ما داره که اینو چسبونیم پایان شب سیاه سپید است؟ خب پایان روزم سیاه است. وقتی عرب ها اومدن تمام خاورمیانه رو گرفتن، 200 سال بر ما مسلط بودن. در این 200 سال شاید 10 تا قیام بزرگ و تعداد زیادی قیام کوچک انجام شد. از قیام های بزرگ، از جمله قیام بابک خرم‌دین، از جمله قیام سربداران و بسیار دیگر. و بالاخره یک دلیر ایرانی به نام یعقوب لیث صفار پیدا شد و عرب‌ها و زبان عربی رو از کشور ما بیرون کرد. ببینید من عرب ستیزی ندارم و نجات پرست نیستم، ولی اومدن هجوم آوردن کشور ما رو گرفتن، باید بیرونشون کنیم، نه به خاطر اینکه عربن، به خاطر اینکه قاصبن. همونطور که مغولا که کشور ما رو گرفتن، باید بیرونشون میکردیم. اومدن عربا رو بیرون کردن در به وسیله آقای یعقوب لیث صفار. خب در مصر و لیبی و الجزایر این کارو نکردن. 700 سال تحت سلطه عربا بودن، بعدش هم 600 سال تحت سلطه ترکان عثمانی بودن. خب چی پایان شب سیاه سپید است؟ یعنی چی این وسط؟ پس کوشش کنید تا شب سیاه تموم بشه، سپیدی بیاد. خودش نمیاد. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. غلط میکنه یوسف به کنعان برگره. ما باید بریم بیاریمش. منظور از یوسف خود شخص یوسف نیست، منظور اینه که بدبختی تموم میشه، روزهای خوش برمیگره. اون روزهای خوش رو ما باید بریم بیاریم. خودش نمیاد. اگه ما گوشه خونه دراز بکنیم با امیدی که روز خوش میاد، نه نمیاد. اگه با امیدی این که قسمت باشه، قسمت نمیشه. باید خودمون بریم بیاریم.
همونطوری که سردرد دانشکده آکسفورد میشه، آینده رو باید بسازید. آینده پیدا کردنی نیست، آینده ساختنی است. شما وارد آینده نمیشید، شما آینده رو میسازید. سردرد دانشکده ما نوشته که خواهر حجابت را و برادر نگاهت را حفظ کن. آخه این اومده اینجا که نگاهش و حجابش حفظ کنه، یا اومده درس بخونه برای اینکه کشورش یک آدمی بشه؟ درس و مشق و کوشش و انسانیت همه رو ول کن، فقط این روسری تو اینطوری صف بگیر اون پسرم تا دختر دید رو شماری کن. این حرکات معنیش چی آخه؟ آخه من یادمه که یه دفعه در اروپا سیل اومده بود سالهای پیش، شاید 10 سال پیش، آخوندا میگفتن که در اروپا چون که خانوما لباساشون بازه آستین کوتاه میپوشن یا بی آستین میپوشن و گردنشون و یه بخشی از سینهشون بازه، موهاشون بازه، اینه که بارون اومده سیل اومده تو اروپا. یه شاعر ایرانی به شعر گفته بود، خب طبیعیه که من شعر شعر نیستم، نوشته بود که آره اونجا خیلی خوبه که اونجا خوبه که خانما خودشون بپوشونن که یکم بارون نیاد دیگه، ولی در ایران هم خانما خودشون خیلی سفت گرفتن، اصلا بارون نمیاد. خوبه اینا خانما ایرانی هم یه ذره موهاشون رو بذارن کنار، یه ذره آستینه کوتاه بپوشن، خب یه ذره اینجا بارون بیاد دیگه. آخه بارون به لباس خانما چه ارتباط داره؟ پچن این دفعه اومد سیل اومد ایران، چند تا یک سوم ایران رو سیل گرفت، حالا که فرق نکرده که لباس که. این پدیده طبیعی چه ارتباطی به لباس داره؟ یا میگن خودکرده را تدبیر نیست. آخه چرا خودکرده را تدبیر نیست؟ ما یه زمانی اشتباه کردیم، گول خوردیم، رفتیم این آخوندار رو بر خودمون مسلط کردیم. من یه نوشته میخوندم نقل از آقای احمد شاملو، شاعر بزرگ، نوشته بود که شاملو نوشته بود که من وقتی انقلاب شد، چون سابقه آشنایی با آقای ژان پل سارتر، اون نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی، شاملو میگه که من چون با اون یه آشنایی داشتم، یه نامه بهش نوشتم، نوشتم آقای ژان پل سارتر، شما این انقلاب ما رو به ما تبریک نمیگید؟ آقای ژان پل سارتر جواب داد که شما انقلاب اونی که رو به جلو بره، شما رو به قهقرا رفتید، شما از اونی که بودید رفتید عقبتر، شما اینقدر عقب رفتید که باید یه انقلاب بزرگی بکنید که دوباره از اون عقب موندی بیاید بیرون. واقعا ما نمیدونم چه، ما همین اسلام ها باور کنید همش این افکار اسلامیه که آخه ما بریم آخوندی بیاریم برمی کشورمون. هر ملتی حق داره که انقلاب کنه، هر ملتی حق داره که بر علیه رژیم باشه، رژیم رو عوض کنه، اما هیچ ملتی اینقدر نباید خر باشه که بره یک رژیم بدتر و عقب مونده آخوند بی سواد بیاره سر کار بذاره. آخوند، البته من میگم بی سواد، فکر نکنه میگم ابله، آقای خمینی در شیادی نابغه زمان بود، ولی آقای خمینی سوادش چیه؟ سوادش در امور فقهیه، نه اینکه آقای خمینی، بلکه همه آخوندها سوادشون در امور فقهیه، یعنی نماز چجوری بخون، روزه چجوری بگیر، حج چجوری برو، نمیدونم حجاب چجوری باشه، نمیدونم وضو چجوری بگیر، از این حرفا. آخه اینا از اقتصاد، از صادرات، از صنعت، از کشاورزی چیزی نمیدونن که. آخه اینا رو بیاریم، آقای خمینی اومد گفتش که اقتصاد مال خره، من خاک بر سر رو را کشیدم براش. آقای خمینی تو هواپیما گفتن احساس چیه داریم ایران؟ گفت هیچی. ما گفتیم بابا چه جواب خوبی داد. میدونی مغز خر، من مغز خر خوردم. میدونی ما ایرانی ها یه عیبی داریم، این عیب ماست که یه مثل داریم، میگیم یه نفر گفتیم یا علی، دیگه همیشه یا علی، یعنی منظور اینه، یعنی به نفر دست دوستی داریم دادیم، همیشه باید اون دست دوستی رو حفظ کنیم، در حالی که اصلا اینطور نیست. چرچیل گفته که دولت بریتانیا هیچ دوست دائمی و هیچ دشمن دائمی نداره، دوستی ما، دوست دائمی ما منافع ملتمونه. آقا امروز این برای کشور ما خوبه، میگیم زنده باد، فردا دیدیم بده،
میگی مرده باد. ما یه زمانی گول خوردیم، گفتن آقای خمینی 7 زبان میدونه، اصلا آخون نیست، فیلسوف بزرگیه. گفت آبا رو مجانی میکنیم، نمیدونم برق هم مجانی میکنیم، اتوبوس هم مجانی میکنیم، پول نفت هم میاریم سر سفره شما. مردم هم گول خوردن. باور کنیم من اون موقع همه اینا رو رادیو لندن تکرار میکرد، بی بی سی. به همه دوستانم میگفتم عزیزان من، این بی بی سی خوبی ما رو نمیخواد، این بی بی سی همیشه بدی ما رو خواسته. این بی بی سی در، یعنی این بریتانیا در عرض 280 سال، اگه فرصت باشه میگم از کجا شروع شد این دشمنی، در عرض 280 سال همش با ایران بدی کرده. در جنگ جهانی اول میگن 8 میلیون تا 10 میلیون ایرانی در اثر قحطی که این بریتانیا به وجود آورد کشته شدن. یه آماری من میخونم از جمعیت ایران که در سال 1310 چقدر بوده، 15 چقدر بوده، 20 چقدر بوده، عدد دقیقش الان یادم نیست، ولی میدونم در سال 1310 مثلا 10 میلیون بود، در سال 1315 شده بود 15 میلیون، در سال 1320 باید این 15 میلیون بشه 18 یا 20 میلیون، دوباره شده اون 10 میلیون. یعنی 8 تا 10 میلیون آدم کشته شدن در اثر گرسنگی. اون ایران گردانی که رفتن میگن تمام کنار جاده جنازه افتاده بود، جنازه که گرسنگی مردن. این بریتانیا این کار بر من کرده. من به دوستانم میگفتم عزیزان من، این رادیو بی بی سی هیچ وقت خوبی ما رو نمیخواد. این که این نوارای خمینی رو میذاره، پیامای خمینی رو میذاره، بدونید یه چیزی بر علیه ما این توئه که داره میذاره. ولی یه چیزم بگم، واقعیت رو بگم، نمیخوام از شما به اصطلاح خود بزرگ نمایی کنم یا خودم رو تافته جدا بافته بدونم. من به همه میگفتم که بی بی سی اینطوریه. من یه زمانی 3-4 ماه مونده بود انقلاب، آقای خمینی یه روز به همه گفته بود که هیچ کس ماشین چه نیاره بیرون. من داشتم میرفتم پسرم برسونم سر مدرسهش، یکی از فامیلای دورمون گفت آقای مینوی چرا ماشین آوردی؟ گفتن چرا نباید بیارم. گفت آقا گفته نباید بیارید. باور کنید به وجدانم قسم بهش گفتم من به حرف اوباش گوش نمیدم. یعنی به نظر من خمینی و دار دستش اوباش بودن، برای که میدونم توی 22 توی 15 خرداد 1342 درست میگم دیگه، بله، اینا اومدن مشروب فروشی رو غارت کردن. من یه مشروب فروشی میدونم، یارو به من نشون میداد، گفت ببین همه آبجوی شمس و نمیدونم آرگو و مجیدی و عرقای خودچان این همه شکستن، این قفصی که همش مشروب خالی بوده همه رو بردن، اینا رو هیچ کدوم نشکستن. و اینا اوباشن دیگه، قصد اسلامی ندارن، قصد غارت دارن. مشروب های گرون قیمت زدن دیگه، کت و جیبشون و فلانشون بردن، اون ارزون قیمت ها رو همه رو شکستن، اتوبوس مدرسه دخترانه آتیش زدن. اینا اوباش بودن. همه اینا رو گفتن. یه 3-4 روز مونده به انقلاب، منم تو جمعیتم. اینقدر تبلیغات کوبید تو کله ما که منی که از اولش میگفتم این خمینی شیاده، تو جمعیت میگفتم ما همه سرباز داریم خمینی. بله، این باورها این چنینی همه غلط. خودکردار تدبیریست، دروغه. خودکردار تدبیر هست. ما این رژیم اسلامی رو بر خودمون مسلط کردیم، اشتباه کردیم، میتونیم اشتباهمون رو جبران کنیم. گفتم یه روز یا همه بیایم تو خیابون بر علیه رژیم شعار بدیم، یا یه روز هیچ کی نه تو خیابون، هیچ کی از خونش نیاد بیرون، رژیم سقوط میکنه. کمین چسبیدن تو ایران، میگن رهبر نداریم. آقا مگه انقلاب کبیر فرانسه رهبر داشت؟ مگه انقلاب مشروطیت در ایران شد رهبر داشت؟ مردم خودشون رهبرن، خودشون وقتی رژیم بندازن خودشون پیدا میکنه یک کسی رو بزنن. در ثانی خب شاید رهبرانی هم باشن در خارج، شاید رهبرانی تو داخل باشن، شاید رهبرانی اصلا تو زندانن الان، بیان بیرون و وقت یارانشون میتونن بگن اینا چه شایستگی‌هایی دارن. رهبر پیدا میکنه، باید اولین رژیم بندازین. آخه این روز چقدر بیارو میگه که پسره به باباش میگه که بابا چرا من نبردی کلیسا؟
پدره میگه که نبردم برای که یاد بگیری رو پای خودت بیستی، نه اینکه زانو بزنی و التماس کنی. آخه ما چقدر زانو بزنیم التماس کنیم به رژیم؟ یه ذره رو پای خودمون بایستیم. آخه این زندگی چقدر ارزش داره که با بدبختی، با تحقیر، با توهین، با فقر، با نمیدونم خجالت جلو زن بچه، با همه چی اینو ادامه بدیم؟ بابا مرگ برای این زندگی شرف داره. بیای تو خیابون این رژیم بندازی بیرون. خودکردار تدبیر است، اما همت و غیرت میخواد، که اون همت و غیرت رو باید دنبالش کشت. خیلی مثال های دیگه که حالا من نوشته بودم، الان نوشته رو با خودم ندارم. ده. یه ضرب المثل هایی داریم که این ضرب المثل ها همه بی پایه و بی اساسه، همه مال جان سوم و مال مردمان عقب موندن. منتها ما اینا رو چسبیدیم به اینا، با اینا خودمون رو گول میزنیم. یکیش گفتم همون که قسمت، قسمت معنی نداره. یکی این که هرچی پیش آید خوش آید، یکی یوسف گمگشته باز آید، یکی پایان شب سیاست پیدت، یکی خودکرا تدبیر نیست. این همه بی خودیه. ما هر چی اراده کنیم به دست میاریم. چطور برای آلمانیا قسمت نیست؟ برای ژاپنیا قسمت نیست؟ کشورشون ساختن، آزادی دارن. ما باید حجاب، آخه ما نمیخوام اصلا حجابمون رو رعایت کنیم. به شما چه مربوطه؟ اصلا دختره بدنش مال خودشه، میخواد واز کنه پسرا نگاه کنن. به شما چه مربوطه؟ اگه شما معتقدی که خدا این کار رو گناه میدونه و مجازات میکنه، با تو غلط، این تو مثلا نمیست غلطی چیکاره ای؟ خب تو خدا مجازات کنه دیگه، به تو چه؟ همه اینا آخونده خودشون به خلوت میرسن، کار آن کار دیگر میکنن. همه شون همینطوری. من دیدم در ایران که بودم، دیدم این پاستارا، این بسیجی ها، این آخونده ها، همه شون حرفا رو برای مردم میزنن. ما یه دوستی داشتیم، دبیر بود، آخوند بود، دبیرم بود. تعریف میکرد، خودش آخوند بود. میگفت که آخوند بود سر منبر، گفت این، خب قدیمی ها دیگه قدیم، میگفت این گندم هایی که تو خونه نگه داشتید، نمیم گردو هایی نگه داشتید، البته حالا که کسی گندم گردو نگه نمیداره، ولی مثلا اون قدیم ها گردو هایی نگه داشتید، بادوم هایی که نگه داشتید، روغن هایی که نگه داشتید، همه اون دنیا مرغرب میشه، شما رو میخوره، بهتر اینا رو پخش کنید بین مردم. رفت خونه، خانمش با خوشحالی اومد گفت آقا من امروز پای منبر شما بودم، چه حرفای خوبی زدید، به به به، من زود اومدم خونه، همه اونایی که تو انبار داشتیم همه رو بین فقیرها قسمت کردیم. مرده آخونده زد تو سرش، گفت خاک بر سر، اینو برای مردم من میگم، برای خودمون که نمیگم، که تو بی خود کردی اموالمون رو قسمت کردی بین مردم. اینا همشون همینطوریه. شما هیچ آخوندی دیدید که گریه کنه؟ آخوندی دیدید که روز تاسوعا شورا که اینا من مردم گریه میکنه گریه بکنه؟ نه، همش مردم رو به گریه در میاره. آخوند مثل آب میوه گیریه، هر چقدر تندتر آب میوه گیری بگیره، بیشتر بگیره، آخونده مزد بیشتری میگیره. اصلا ما چرا باید برای امام حسین گریه کنه؟ آقا امام حسین کیه؟ چیکاره ماست؟ همین امام حسین در سال دقیقش الان یادم نیست، پیدا کردم بیداری، همه این تاریخ ها نوشته بود آقای سیاوش لشکری، مقاله نوشتم تمام وقایع اسلام رو به تاریخ نوشته بودم. مثلا من از اون فهمیدم که آقای ابوبکر 4 سال خلافت کرده، آقای عمر 10 سال خلافت کرده، آقای عمر عثمان مثلا 12 سال خلافت کرده. اونم تاریخش مشخصه که در زمان عثمان ایرانی ها، اصلا ایرانی ها از اول که عرب ها اومدن بر ایران متصل شدن، از اون اول هی قیام کردن، هی بر علیه عرب ها شوریدن، مردم ری شوریدن، مردم شهر استخر 4 بار شوریدن، بالاخره مردمان تمام شهرهای مازندران و گرگان بر علیه خلیفه شوریدن و همه حاکمای عرب رو یا کشتن یا فراری دادن. خبر دادن به عثمان که آقا اینطوری شده. عثمان یه شخصی رو به نام سعید ابن عاص که یک سردار بسیار خونخوار
با آدم کش عرب بود، فرستاد که بیاد مردمان مازندران و گرگان رو تنبیه کنه. در اون سپاه آقای حسین و حسن پسران آقای علی بودن و اومدن مردمان مازندران و گرگان رو کشتن، اسیر گرفتن، غنیمت گرفتن، پاشدن رفتن. آخه چرا ما به اونایی که به ما رو کشتن بهشون احترام میذاریم؟ در دسفول من نرفتم، خوندم در مقاله، دو تا آرامگاه هست، یکی مال سرداریست که با یعقوب لیث می جنگیده، یکی مال یعقوب لیثه. یعقوب لیث از ایران و آزادی ایران دفاع می کرده، اون یکی می خواسته دوباره ظلم رو بر ایران ادامه بده. یعقوب در اون جنگ در اثر بیماری قولنج می میره، اون سردارم کشته میشه. هر دوشون در دسفول مدفونن. اون سردار آدمکش عرب در بخش غربی دسفوله، این یعقوب لیث صفار در بخش شرقی دسفوله. مردم میرن به زیارت اون عربی که اومده بود آدما رو بکشه. ببینید، من اینو چندین بار گفتم، تکرار میکنم، من یه دوستی دارم، یک به اصطلاح فامیل دوری با هم داریم، اون آقا افغانیه، میگه ما در کابل یک امامزاده داریم بهش میگن شاه دوشمشیره. من میرم به افغانهایی که اونجا رو زیارت میکنم، میگم به چرا به این میگن شاه دوشمشیره؟ میگم برای اینکه با دو دست شمشیر میزده، هم با دست راستش هم دست چپش، بهش میگن شاه دوشمشیره. میگم این کجایی بوده؟ میگن عرب بوده. میگم خب اومده بوده افغانستان، با این دو تا شمشیر کیا رو میکشته؟ میگن لابد افغانها رو میکشته دیگه. خب آخه آدم عاقل، آدم فهمیده، این که اومده بوده اجداد تو رو میکشته، تا رو میرین عبادت میکنی، زیارت میکنی، حالا که زنده بود تو رو میکشت، حالا فکر میکنی مرده شد بچه تو که مریضه نجات میده. آخه ما ایرانیان، یعنی ما نه ایرانیان، ما مسلمونا، مخمون در اصل اسلام خراب شده. اون به اصل اون اسلامه، اسلام باید بندازیم دور. خانم آقایون، من فکر نکنید من مثلا ضد اسلامم، یادم، من دوستدار ملت ایرانم. من میدونم ملت ایران با دین اسلام هیچ وقت به هیچ جا نمیرسن. حالا اگر هر کسی میخواد خونش بره اون گوشه عبادت کنه، به هر دینی به خودش مربوطه، ولی توی جامعه باید اسلام زدایی بشه. ببینید یه مثال میزنم، با حرفان به پایان میبرم. ببینید در آلمان، کمین آقای مانی اونجا سکونت دارن، یک کشیش کاتولیکی به نام مارتین لوتر یه روزی شنید که یک کالسکهی که از طرف پاپ اومده، اون کشیش دیگه تو خیابون داد میزنه، میگه تا سکتون رو بندازی تو این صندوق، به من اینگه سکه بخوره به کف صندوق، بخوره به سکه های دیگه، جنگی صدا بده همه گناهاتون بخشیده بشه. مارتین لوتر فکر کرد دیدم چیزی بر دور برمیان، من گناه کنم سکه بندازم، این پاپ این حرف و دروغ رو در آورده برای که پولا رو جمع کنه ببره برای خودش، همچین چیزی واقعیت نداره. اومد بیرون گفت نامه پاپ آتیش زد، گفت من پاپ قبول ندارم، من شاخه پروتستان رو به وجود آورد. تمام کشورهای پروتستان الان ابرقدرت های جهانه، برای که اینا گفتن آقا ما گفته های اون دیگران رو قبول نداریم، گفته های خودمون رو قبول داریم، ما خودمون تصمیم میگیریم قانون چی باشه، نه اینکه پاپ برای ما قانون معلوم کنه. بسیار متشکرم که به عرایض من توجه کردید. از آقای مانی هم سپاسگزارم.